سلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوستان عزیز، شاگردان گرامی، استادان عالی قدر، خوش آمدید میگم همه گیتان به چینل زیبایتان تدریس ریاضیات، فیزیک، کیمیا با من انجینر نصیر احمد عبادی. به هر صورت امروز انشاءالله یک لکچرک بسیار ساده داریم، محور اعداد معرفی میکنیم و پالی از او یک عدد چطور به کسر عام تبدیل میشه و کسر اشار چطور به کسر عام تبدیل میشه. بس همینقدر یک موضوع یک ساده و اگر بتانیم راجع به جمع تفریق ضرب و تقسیم اعداد هم بحث میکنیم. مطمئن هستم که 95% بینندای ما بالای از این موضوع حاکمیت دارن. کسایی که این بحث میفهمند میتونن لکچر تعقیب نکنن، ولی در لابلاش کوشش میکنیم که در حقیقت یگان تبدیل کسر متوالی به یگان تکنیکک های بسیار ساده شن استفاده بکنیم. زمانی که من بالای محور اعداد بحث میکنم، محور اعداد ما از منفی لایتنی تا مثبت لایتنی بنید به شکل یک خط موجود است. از منفی لایتنی الا مثبت لایتنی اعداد ما در اینجا یک قسمت از اشاره منفی به مثبت تبدیل میشه، نام از او رو میمانیم صفر. از صفر به سمت راست اعداد مساویانه تقسیمات میشن، مثبت یک، مثبت دو، مثبت سه، الا بی نهایت. این طرف هم اعداد ما منفی یک، منفی دو، منفی سه، نقطه نقطه الا منفی لایتنه. یادتان باشه این محور عبارت از محور اعداد حقیقی است. معنای جمله چی است؟ معنای جمله ای است که در بین ازی اعداد کسری، جذری، هر نوع اعداد را که شما میبینید از منفی لایتنی تا مثبت لایتنی در بین ازی موجود است. یک کسی میگه استاد آیا 2.5 در اینجا است؟ بله است. اینی عدد دوست، این بین سیستا، بین از اینا ایر به دیست تقسیم بکنه، اینی وسط عبارت از 2.5 است. یک کسی میگه استاد جذر 4، جذر 1 به اینجا است، جذر 2 هست، جذر 3 هست. بله جذر 2 1.4 هم میگه تقریبی، دقیقش 1.4 نیست، ادامه داره. بنابراین اینی قیمت اگه 1.5 باشه، این اینجا تقریبا جذر 2 موجود است. یک کسی میگه استاد آیا منفی 3 بر 2 در اینجا هست؟ آه منفی 3 بر 2 منفی 1.5 میگه، اینی منفی 1 است، این منفی 2 است، اینی منفی 1.5 است، یعنی منفی 3 بر 2 در اینجا شامل است. یک کسی میگه استاد 3.2 بر 5 در اینجا هست؟ بله هست، همین رقم تمام اعداد در اینجا پیدا میکنیم. یادتان باشه از منفی لایتنی تا مثبت لایتنی اگر ما بی نهایت اعداد داریم، اینطور نیست که بین 0 و 1 فقط 1 عدد یا 2 عدد یا 10 عدد یا 20 عدد داریم، در حالی که بین نهایت عدد. مثلا چطور؟ مثلا شما این فکر بکنید این عدد 0 است، این عدد 1 است و این در مایکروسکوپ بزرگ ساختم، این 0 این مثبت 1 همین رقم ادامه داره. من به 10 تقسیم میکنم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. مثال 1 2 3 4 5 گفته اینو به 10 ما تقسیم کردیم. اگر من اینو به 10 تقسیم کردم و بالاخره اگر نام یه عدد از پشتان نام بگیرم، میگیم 0.1، این دیگه 0.2، اینی 0.1، 3، نقطه نقطه، آخرش 0.9 و 1. آیا بین 0 و 0.1 اعداد دیگه موجود است؟ بله است. اگر یه عدد بزرگ بسازم، این 0 باشه، این 0.1 باشه، این اینی قسمت. و این به 10 تقسیم میکنیم، 1، 2، 3، 4، 5، بالاخره 10. این میشه 0.01، 0.1 نیست چون 0.1 اینجاست، 0.02 و نقطه نقطه الا 0.09. آیا بین 0 و 0.01 هم اعداد موجود است؟ بله است. اینی عدد اگر 0 است و این عدد اگر 0.01 است، ما میتونیم ایره باز به 10 حصه تقسیم بکنیم و بالاخره نام این عدد میمانیم 0.001، 0.2 دانه 0.1 و 0.01 و 0.2 دانه 0.1. این دیگه 0.2 دانه 0.2 نقطه نقطه الا 0.2 دانه 0.9 و همین رقم اعداد موجود میشه. اگر بگویم که آیا بین 0 و 0.001 اعداد موجود است، شما میگین بله، ایره به 10 تقسیم میکنیم و بالاخره به این شکل 0.3 دانه 0.1، 0.3 دانه 0.2 و این اعداد موجود میشه. بسیار خوب. اگر اینطور مثال بخواهیم از پیشتان، بگویم که 2.3/5 ایره در محور نشان بده، شما میگیرین که یک تخنیکش خامی است که 2.3/5 تو مانا میتر که 2 جمع 3/5، 2 باشه کار ندارم، 3 تقسیم 5 بکنید 0.6 و این میشه 2.6. کسایی که نمیتونه غیر واجب بساز،
دو پنده دو سه سیزده، وقتی که غیر واجب ساختی سیزده تقسیم پنج بکنید دو اشاره شش میشه. حالا این دو اشاره شش شد، دو اشاره شش پیدا کنید، اینی فکر کنید در محور دوست، اینی فکر کنید که سیز به چند ایسا تقسیم میکنید؟ به ده ایسا. وقتی به ده ایسا تقسیم کنید شش هم ایسیش. فرض مثال یک ایسا، دو ایسا، سه ایسا، چهار ایسا، پنج ایسا، شش، هفت، هشت، نو و ده. اینی دو اشاره پنج است، اینی فکر میکنم دو اشاره شش، همین دو سری سه و پنج. یک رمز دیگه ایسی چی است؟ یک رمز دیگه ایسی ای است که این امی محورتان امی محور ای دو ای عدد چند؟ سه. بین وقتی که میگم دو سه سه بر پنج دو باشه، سه بر پنج تو مانا میتر که قسمت دو بشه به پنج استو تقسیم کنه و سه سه شد بگیره. قسمت دو بشه به پنج استو چطور تقسیم میکنیم؟ فرض مثال اینی یک ایسا، این دو ایسا، این سه ایسا، این تقسیم ها بگذارم خورده بزرگ میایه برسوگر، یک ایسا، دو ایسا، سه ایسا، چار ایسا، پنج ایسا، یک ایسا، دو ایسا، سه ایسا، چار ایسا، پنج ایسا. بنام دو سه سه بر پنج، سه هم ایسی شمیس نیم، یک، دو، سه، این اینی دو سه سه بر پنج ایسا، این میگه پس در اون نقطه که دو سه سه بر پنج به شکل اشار میامد به شکل هم این چیز به دست میاد. یک چیز دیگر هم میخوایم براتون یاد بدم، چطور با پنج حصه مساوی تقسیم میکنیم؟ مثلا این حساب چطور میفهمید که مساوی است؟ بسیار ساده، این عدد عدد دو است، این عدد عدد سه است. وقتی که این را شما میخواین به پنج حصه تقسیم بکنید، به چهار حصه تقسیم کنید، به هفت حصه تقسیم کنید، به پانزده حصه تقسیم کنید، یک رمزشی است که در یکی از انجام ها یا اینجا یا اینجا یا خط کیفی رسم کنید. این خط کیفی رسم کنید، این خط کیفی رو وقتی که رسم کردیم به دل خود دیره تقسیم کنیم. مثلا این رو پنج سا گفت، این پنج سا گفت، تیره پنج سا نگیره پنج سا بگی، اینا اینجا چرا کم پنج سا میگیری؟ خط کشبان با یه هم طولش به دل توز هر چه قیقی میگیری، فرزن نیم نیم سانتی جدا میکنیم، فرزن نیم نیم سانتی، فرزن یک یک سانتی، فرق نمی کنه. فکر کنیم یک یک سانتی، این یک سانتی، دو سانتی، سه سانتی، چهار سانتی، پنج سانتی جدا کردیم، یعنی اینا رو انجام آخریش به این وصل وصل کردیم، دیگه خطوط موازی به این بگیریم. این ایسا، 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 کنش مساویس. این ایسا، اگر شما خط کش بانید، صد فیصد با هم مساویس. این هم وقتی که تقسیم کردی، یک ایسا، ای دو ایسا، ای سه ایسا، ای چار ایسا، ای پنج ایسا. وقتی پنج ایسا شد، دو سه سه بر پنج در کجاست؟ این ایسا. دو سه سه بر پنج. مطمئن هستم که کاملا فهمیدین. بعد شده یک مثال دیگر میگیرم با کنتختره میشه فهمیده؟ شاگردهایی که الجبر نخواندن برایشان بسیار جالب تمام میشه، اما شاگردهایی که الجبر خواندن این لکچر کمی خسته کنه است، برای اینکه مسائل بسیار ابتدایی است و اینطور کدام نوآوری خاص در بینش موجود نیست. خب یک کتاب چگر بلجه بیتاب بندازیم وقتی که درس میخوانیم، لطفا یک جای بسیار آرام انتخاب بکنیم و انشاءالله درس پیش ببریم کاملا یاد میگیریم. برسوره فکر کنیم که یک مثال دیگه، سه سایی دوی بر چند بیگرم؟ هفت. یک شاکر چی میگه؟ اگر این دوازده بر هفت باشه، نه دوازده بر هفت نمیشه، دوازده بر هفت اول باید غیر واجب و واجب میگن. چی میگن؟ زودت باید از مخرج کوچک شد و باز باز میتونی این کار بکنی. خب بر صورت سه سه دوی برف چرا هم کار میکنیم؟ اینی محور است. سه سه چی معنا؟ بین سه و چهار. پنج سه چی معنا؟ آفرین، بین پنج و شش، نام خدا. منفی دو سه چی معنا؟ بین منفی دو و منفی سه، منفی یک نیم، بین منفی دو و منفی سه. بسیار خوب است. خیلی سه سه دوی برف حالا چی کار میکنیم؟ بین سه سه که میگه بین سه و عدد بعدی چهار و چند ایسا تقسیم میکنیم؟ هفت ایسا. یکی چه رقم به هفت ایسا تقسیم کنم؟ میتونین همون تخنیکی که نو پیشتر براتون گفتم، یا خط کیفی در یکی از قسمتاش رسم بکنیم، رسم کردیم هفت ایسا اینجا جدا کنیم. هفت ایسا مساوی یک، دو، سه، یک خب بعدست توست میتونی جدا کنن، چهار، پنج، شش، هفت. انجام آخرم به عدد مربوطی تا وصل به خط میادن دیگاش موازی به این. خوش شما که خطکش کار کنید لطفا، امرای من خطکش نیست، با مذرب هرچی کامت قبولش کنید. برشه دیگه خطوط موازی به این.
کاملا بین هم باید موازی باشه. چندان موازی رو رسم نکردی. هفت شد. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت. اینا سه سه دوی برف چی معنا؟ عدد دو مدی یک اینی دو سه سه دوی برف هفت. اگر امی منفی سه سه دوی برف می بود ای محور عدد ای صفر منفی یک فکر کنی منفی دو منفی سه یا منفی چهار با چند سه تقسیم کنی؟ هفت سه یک سه دوی سه 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 چهار سه پنج سه و شش سه و هفت سه چی کامه؟ دو سه اینی قسمان هست که میشه منفی سه سه دوی بر هفت. مطمئن هستم که تعیین کردن اعداد در روی محور کاملا فهمیدین. اعداد جذری را متاسفانه کار نمیکنم، ما اعداد جذری را نمیشناسیم. پلان درسی همی است که اعداد را در کل تعریف میکنیم، بعد از او میریم البته به پولینوم ها، پولینوم ها را مکمل کار میکنیم و بعد از او میاییم چیب در پولینوم ها، انواعش، جمعش، تفریقش، ضربش، تقسیمش، اینا را که خوانده میریم به طرف مطابقت و تجزیه. بعد از اینکه مطابقت و تجزیه کاملا فهمیده شد، میریم به بحث کسرها و جذرها در کل باز بحث میکنیم. بحث صورت تا اینجا خلاص هست؟ خیلی میبینیم. پاک کنم تخته؟ پاک کردی بلو یا چی پاک کنم؟ خب میریم به تبدیل کسر اشار و کسر آن. یک موضوعات ساده است لطفا متوجه شمید. یک عدد میتر دو اشار پنج بگیره به کسر آن تبدیل کن. تعداد خانه که بعد از اشار نه حسابش کنیم، چپ خانه است یک خانه، خیلی ناشته کنیم 25 بر 10. امی اگر میایم دو اشار پنج هفت میگیره به کسر تبدیل کن، بسیار ساده میشه 250 بر 100. اگر این میایم به این شکل دو اشار پنج هفت سفر دو میگه به کسر تبدیل کن، بسیار ساده 25 7 0 2 کلش نشته کنیم، تعدادش حساب کنیم 1 2 3 4 این میشه 10 4 0. یک کسر میگه استاد حتمی است که ما 1 بگیریم یا میتونیم 2 هم بگیریم یا همین که 0 میمانی همین مکانیکش از کجا شد؟ سعی کنید اصلا اینطور گپ است 2.5 وقتی که ما به کسر تبدیل میکنم آیا مخرج از 1 نیست؟ است است 2.5 بر 1. ما در کسر خصوصیت میفهمیم اگر صورت به مخرج ضرب یک عدد بکنیم در کسر تغییر نمیده مقدارش، خیلی 2.5 ضرب 10 و 1 ضرب 10. 2.5 ضرب 10 بکنیم میشه 25 و 1 ضرب 10 10. اینی جواب میشه. بسیار ساده میگیم، میگیم راست هم به تعداد شرچی که بود یک سفر باره ایناله. آیا میتونم که بیست هم میگیریم؟ آه میشه، چرا نمیشه؟ مثلا 2.5 میخوایم تبدیل بکنیم، اینو میتونی نشته کنیم 2.5 2.5 بر 1 آه اینجا ضرب 20 اینجا ضرب 20 هیچ مشکل نداره. این یک دانی از یک اندازی خلاص میشه 2 ضرب 25 50 و 1 ضرب 20 20 50 بر 20 50 بر 20 و 25 بر 10 1 است. اما اینجا چون در مقدار کسر هم یک کمک تغییرات میاره ظاهرا در نتیجه کسر تغییر نمیاره، صورت شکمه که زیاد و کم معلوم میشه و پسان ضرورت به اختصار دو داره، از اون خاطر ما عدد یک انتخاب میکنیم. چرا یک عبارت از عنصر عینیت در عملی ضرب است. مطمئن است که فهمیده آسان است نیم؟ کپی کنین آجا آیا از تبدیل کسر اشار دیگر کار کنم؟ نه؟ بسیار خوب معلوم میشه؟ آه بسیار مقبول خوب است. یک چیز دیگه هم شاگرد اکثرا به این میترسه. خب اگر یک سوالی رقم این میتر فرض مثال 3 بر 2.5 اینجا بیچاره را کمک از خدای چی کنم؟ اما گفه است 3 باشه اینی خط بر اینی خط بر این را به کس رام چطور تبدیل میکنی؟ فکر کن که هیچ نیست یا 2.5 این اینجا جدارش میکنم 2.5 به کس رام چی رقم تبدیل میکنی؟ 25 بر 10 میکردیم یعنی اگه 25 بر 10 نشته میکردیم اینجا نشته که 25 بر 10 اینا این مخرج کلان است.
بر از یک مخرج میتونیم دور با دور نزدیک با نزدیک. سه ضرب ده 30 و یک ضرب 25 25. یا ساله ایتون میگیم، میگم تعدادش حساب که چند تاست؟ یک تاست. یک تا سپر اینجا بان خلاص 30 بر 25 آیا میگم ایواز از اینکه برغم کسر کسر دو چار شام ایواز از تعداد اشارش حساب کن یک دانه به تعدادش سپر برم کن. یا فرض مثالی به این شکل است، سه اشاری سه بر دو اشاری پنج هفت بگو چرا خواهد؟ چند دانه است؟ دو دانه، دو تا سپر بان 300 بر 250 آیا نگه اگر در صورت است فرض مثال دو اشاره پینجا وف بر سی های نگه دو سفر پینجا وف و دو تا سفر در مخرج با سی سند. مطمئن هستم که دیگر هیچ مشکل نداره. آگه به این شکل است، فرض مثال دو اشاره پینجا وف بر دو اشاره پنج، تعداد خانه اشار مساوی نیست. های نگه تعداد خانه اشار مساوی بساز، اینجا یک سفر بار مساوی میشه، وقتی که مساوی شد دو تا خلاص میشه، این که خلاص شد میشه 250 و در 250 قانون همی است که ما ضرب 100 میکنیم یا ضرب 10 میکنیم. تعداد خانه اشار مکزیمم چند است؟ دو خانه. اینجا چند خانه؟ یک خانه. بنابراین اینجا ضرب 100 بکنیم، اینجا ضرب 10 بکنیم، دو تا صفر کرد از این خلاص میشه 250 میشه. 250 وقت بر چند؟ 250. مطمئن هستم که دیگه مشکل نداره. یک سوال که دیگه هم میگیرم خیلی است، دو اشاریه پنج هفت بر دو اشاریه سفر 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 پنج چه دو کنیم؟ تعداد خانه اشار اینجا چند تاست؟ چهار تا. اینجا چند تاست؟ دو تا. دیگه اش کرد سفر بگر کن، این میشه 250 دو تا سفر و این دیگه شم سفر 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 پنج. اینجا تعدادش هم مساوی شد، یعنی چهار خانه شد، یا چهار خانه اشار هم روی اشار صرف نظر کن. مطمئن هستم که قطعا دیگه مشکل نداره. خلاص هست؟ پاکنم تخته؟ خب میانیم به تبدیل کسر متوالی به آن. تبدیل کسر متوالی به آن، یک چیز مد نظر بگیره، ما زمانی که کسر متوالی را میخواییم به کسر آن تبدیل بکنیم، کسر متوالی کدام کسر است؟ او تو شکل کسر اشاری است که تکرار حدودش میشه. فرض مثال یک عدد دو یا سه یا چهار یا پنج تکرار شده میره. چه قسم؟ فرض مثال تو تصور بکنیم که یک عدد میتر دو اشاری هفت نقطه نقطه ادامه داره. اینی عدد آیا هفت هر بار تکرار نشد؟ شد. شکل کسر اشار آمده، تیپ کسر اشار داره، اما یکیش تکراری آمده. ما این رو نشته کده میتانیم که دو اشاریه هفت متوالی، اینی مفهوم و این مفهوم یکیست. اینال سوال ای است که نمی دو اشاریه هفت متوالی را چطور میتانی به کسر آن تبدیلش بکنی؟ بسیار ساده، دو تیپ، دو قانون. قانون اول ای که برای پیدا کردن یک کسر متوالی و کسر عام، حتی صفر قانون، یک تخنیک ناشته میکنم، یکی از طریق مساوات برتان کار میکنم و یکی هم بعدا انشاءالله در تساوات که برسیم، تساوات هندسی متقارب، در اونجا انشاءالله در سلسله های نامعین هندسی اونجا باز ثابت میشه که امی چطور به کسر عام تبدیل میشه، از طریق مساوات هم ثابت میشه، مشکل نیست. خب به صورت اول تخنیک اولی است که تمام ارقام ناشته کنیم، منفی غیر متوالی ارقام غیر متوالی بر تعداد متوالی و اندازه تعداد متوالی نو بگذاریم و امرا با او اگر بعد از اشار غیر متوالی آمد صفر بانه، اگر بعد از اشار غیر متوالی آمد به جای از اینا چی میگذاریم؟ صفر. چه قسم؟ بسیار ساده، دو اشار هفت متوالی، تمامی ارقام میشه 27، اشار دیگه اوسو که اشار از بین میبریم. منفی غیر متوالی، غیر متوالی تمام کی است؟ دو. بله
تعداد متوالی چند تاست؟ یک دانه است. نو. آیا بعد از اشار غیر متوالی آمده؟ نه. اگر می آمد سفر می مادون پایش. خیلی 27 منفی 2 چند میشه؟ 25 بر چند؟ نو. این بود جواب میشه. آسان نیست؟ دیگه مثال. اگر به این شکل است. دو اشار یک هفت متوالی. تنها هفت متوالی است. یک نیم. چطور تبدیل میکنیم؟ میگه تمام اقوال 217 منفی کی؟ منفی ارقام غیر متوالی. غیر متوالی کی است؟ 21. اشاریه نی 21. اشار و اشار از بین رفت، تبدیل به کسر میشه. تعداد متوالی چند است؟ 1 تا 9. آیا بعد از اشار غیر متوالی داره؟ بله. چند دانه است؟ 1 دانه. به جایش 0. میشه خواهم میگه؟ خوب است. از 7 1 بره چند؟ 6. از 21 2 بره 19. بر چند؟ 9. اگه اختصار میشه اختصار بکنه، اگه نمیشه لازم نیست. بعضی هایی تو کار میکنن، اینی رو صحیح میگیره و یا دو صحیح اینال دو صحیح این تو معلومت کی نیست دیگه، صفر شد بجازی. کل عدد کی میشه؟ عبد منفی غیر متوالی کی میشه؟ 1. این نیست دیگه، میشه فهمیدن؟ دو صحیح عبد منفی غیر متوالی 1. تعداد متوالی چند است؟ 1 تا 9. و غیر متوالی 1 دانه است بعد از اشار؟ 0. خیلی دو صحیح عبد منفی 1 از چند میشه؟ 16 بر 90. این نتیجه و این نتیجه یکی است. چرا؟ 2 ضرب 90 180. 180 جمع 16 196. ساده نیست؟ یک مثال که دیگه هم میگیرم، فرض مثالی تو باشه 3.256 متوالی، دو تاش متوالی صحیح است؟ چرا خواهم کار کنیم؟ کلش 32 اینجا 6 منفی غیر متوالی 32 بر تعداد متوالی چند است؟ دو دانه، دو تا 9. آیا بعد از اشار غیر متوالی داره؟ آه داره، معلوم میشه؟ چند دانه داره؟ یک دانه، او دو است نی؟ خیلی یک دانه، صفر. این میده ساده بساس، خلاص. یک مثال که دیگه، فرض مثال فکر کنیم، یا یه تو اون گفتم نشته کده میتانیم و یا چند سی؟ سی سی چند عدد؟ 256 منفی غیر متوالی کی است؟ 2 بعد تعداد متوالی چند است؟ 2 تا 9. بعد از اشار یا غیر متوالی است؟ صفر. ساده است نیم؟ یا فرض مثال 4 اشاریه 5 3 2 7 این دو تا متوالی است. بگو کل عدد 45 32 7 منفی غیر متوالی 453 بر تعداد متوالی دو دانه است، دو دانه 9. بعد از اشار چند غیر متوالی است؟ دو دانه، دو دانه 0. ساده است؟ میشه فهمیده؟ آفره بگیرین با کنید. خب تختی که دو این بود تاریخی اول. طریق دوم از طریقی معادله کاش میکنم که ما چطور میتونیم یک عدد متوالی را به کسر عام تبدیل بکنیم. بسیار ساده، فوق العاده ساده. خب چه قسم؟ فرض مثال مثال اول، اما مثال اول بگیرم سید دو اشاریه هفت متوالی دو بفکریم. دو اشاریه هفت متوالی زمانی که میخواید به کسر عام تبدیل بکنید، اول دو اشاریه هفت متوالی معنای جمله چی است؟ معنای این جمله ای است که دو اشاریه هفت 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 نقطه نقطه ادامه داره. اینه که به کسر تبدیل میکنیم پی بر کیو، نتیجه اولیش مساوی است. اینا اگر اجازه میتین این معادله را میمانیم معادلی شماره یک. من میخواییم معادلی شماره یک هم ضرب ده بکنم. ضرب چند؟ ده. وقتی ما این ضرب ده میکنم از این چی جور میشه؟ ده پی بر کیو مساوی است ده ضرب دو اشاریه اف 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 نقطه نقطه. ده پی بر کیو مساوی است و ده که چه ضرب شود یک خانی اشار ای طرف میاید. سعی کن کسایی که نمیفهمن، مثلا ده ضرب سی اشاریه پنجاه و چهار پنج
چرا کم ضرب میکنیم؟ شما وقتی که ضرب بکنید 1.5 1.4 1.5 اشاریه 1.3 اشاریه رو سکو صفر اینی خودش تعداد خانه اشار چند تا؟ 3 تا 3 خانه جدا میکنیم خیلی 35 اشار 4.45 35 اشاریه 4.5 این تو بانا بوده که اشار یک خانه سومه اینجا من میگم بس اشار یک خانه سومه اشار یک خانه سومه چی میشه؟ 27 اشاریه چند؟ 27 اشاریه 7 همونطور میشه؟ 7 نقطه نقطه ادامه داره این رو میگیم معادله چند دو؟ 2 اگر این معادله 2 هست ولی اگر اجازه باشه اینجا رو جا رو اگر اجازه باشه معادله دوم منفی معادله اول میکنیم معادله اول چند است؟ پی بر کیو باش که نشته کنم معادله دوم 10 پی بر کیو 10 پی بر کیو مساوی به 27 اشاریه 7 7 نقطه نقطه ادامه داره که معادله دوم است معادله اول که پی بر کیو است مساوی است به 2 اشاریه 7 7 نقطه نقطه ادامه داره این طور تفریق میکنم منفی منفی از 10 پی بر پی بر کیو که 1 پی بر کیو برم 9 پی بر کیو از 10 دانه که 1 دانه برم 9 دانه 9 دانه پی بر کیو مساوی است از 27 اشاریه 77 2 اشاریه 77 تفریق میکنم اشار اشار یک جای از هر کدام از اینکه تفریق شد تفریق شد تفریق تفریق شد اون طرف صفر میشه اشاریه 0 0 0 0 نقطه نقطه ادامه داره اشاریه خودش از 27 که 2 برم 25 25 اشاریه 0 0 همون 25 است خیلی میشه 9 پی بر کیو مساوی به 25 حالا اگر اجازه است اطراف تقسیم 9 این میشه پی بر کیو مساوی است به 25 بر 9 آیا پی بر کیو امینه بود؟ بود به شکل کسه خیلی 2.777 تبدیل میشه به چند؟ 25 بر 9 من فکر میکنم طریقه کمک مغلق است ولی برویت معادله ما ثبوت کرده میتونیم که یک کسر اشار چطور یک کسر نظرت میخوایم متوالی چطور میتونیم به کسر اشار تبدیلش بکنیم تا اینجا سوال داریم؟ معلوم میشه؟ بسیار خوب ولی از طریقه میگذاریم خب یک چیز دیگر میخوایم که زیاد از زیر پر مطمئن است و میگردم و منتظر همیان هستی اوی که صفر اشار نوی متوالی چطور به کسر عام تبدیل میشه؟ 0.9 متوالی چطور به کسر عام تبدیل میشه؟ کل عدد 0.9 منفی غیر متوالی 0 تعداد متوالی چند است؟ تعداد متوالی 1 دانه است 1.9 بعد از اشار غیر متوالی نداره 9 منفی 0.9 9 بر 9 1 خیلی پیدا کردیم که 0.9 متوالی چند است؟ 1 همچنان 2.1 متوالی 1.9 متوالی چند میشه؟ 19 منفی 1 بر تعداد متوالی 9 بعد از اشار نداره 19 منفی 1 18 بر 9 میشه 2 امی رقم شما برین کار کنین 2.9 متوالی میشه 3 اینا به سوال اینجاست که بعض استاد صاحبا اکثرا اینجا سوال میکنن که استاد 0.9 متوالی 1 میشه بگی 1 پس باید تبدیل من نظر من است نظر شخصی من باز شما هم نظریات خود بتین نظریات قابل قدر است تا که نظر علمی پیدا بکنیم اول 0.9 متوالی تحلیل استادا من فکر میکنم این اشتباه است که این عدد 0 باشه این عدد 1 باشه و 0.9 متوالی این 0.9 باشه و 0.9 متوالی میگه بسیار نزدیک به 1 است 0.9 متوالی میگن که بسیار زیاد نزدیک به چند است؟ نزدیک به 1 است من اصلا اینطور میخوایم 0.9 متوالی 0.9 متوالی من میگم که به 1 نزدیک نیست اینی 1 است به 1 نزدیک نیست بلکه نام دیگر 1 0.9 متوالی است یعنی چی 1 بگم چی 0.9 متوالی بگم چی 3 بگم چی 2.9 چی 2 بگم چی 1.9 متوالی یکی است ما بسیار مثال ساده میتونم نام عدد چند است؟ 2 آیا نام دیگهش 6 بر 3 نیست؟ 6 تقسیم 3 نام دیگهش جذر 4 نیست؟ نام دیگهش لوگاریتم فرض مثال فکر بکنیم که 9 با قاعده 3 نیست؟
هست یا نیست؟ همه و همه مفهومش چی است؟ دو است. خیلی سفرشار نوی متوالی هم مفهومش یک است. یا من این تو بگویم سفرشار نوی متوالی اصلا چی است؟ باش پیش از اینکه سفرشار نوی متوالی رو کار کنم، سفرشاری هم سه متوالی رو میگم. سفرشار سه متوالی اصلا ما میفهمیم در تصادی رو میخوانیم که سفرشار سه جمع سفرشار سفر سه جمع سفرشار سفر سفر سه جمع نقطه نقطه ادامه داره. چرا؟ به خاطر از اینکه صفر اشاره سه متوالی صفر اشاره سه جمع صفر اشاره صفر سه دیگه صفر اشاره صفر صفر سه دیگه صفر اشاره صفر 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 سه نقطه نقطه ادامه داره. نقطه نقطه خود جد سه میاد دیگه. نقطه نقطه ایمیشه سه ایمیشه سه ایمیشه سه ایمیشه سه ایمیشه صفر. آیا امی صفر اشاره سه متوالی نیست؟ های صفر اشاره سه متوالی در حقیقت صفر اشاره سه سه نه، بلکه یک مجموعه است که نتیجه این چیز بار می آید. اگر این یک مجموعه است، یعنی نتیجه از این را که من جمع بکنم تا به بی‌نهایت ادامه داره، قیمتش چند میشه؟ قیمتش اونم چیز میشه که به کسر آن تبدیل میکنیم. به کسر آن چه خب تبدیل میکنیم؟ شما میگویدیم صفر اشاره سه متوالی عبارت از سه بر نص یا یکی بر سه. این که مارم تکی نمیره شما جمع کنید جمع کنید جمع کنید تا به سلسله بی نهایت جوابش میشه سه بر نو. خیلی یا من دیگر پس وقتی من میگم صفر اشاره نوی متوالی معنای جمله چی است؟ صفر اشاره نوی متوالی مساوی میشه با صفر اشاره نو جمع صفر اشاره صفر نو جمع صفر اشاره دو دانه صفر نو جمع صفر اشاره سه دانه صفر نو جمع نقطه نقطه ادامه داره. اگر امیر جمع بکنید صفر اشاره نو صفر اشاره صفر نو صفر اشاره نود نو امروز از این صفر اشاره نو 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 امروز از اون صفر اشاره چهار تا نو امیر قبل تا بی نهایت این امی مفهومش ایست. اگر این مجموعه را شما جمع بکنید یک میشه. بعضی هایی تا میگن نه میگن صفر اشاره نو متوالی که راوند آف شوه صفر اشاره نو متوالی که راوند آف شوه به این مفهوم صفر اشاره نو متوالی مثلا صفر اشاره نو 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 است به نام من راوند آف میگن. تو چرا راوند آف کنی؟ هیچ راوند آف نگو. میگه اگر من راوند آف بکنم بازی ده میشه یکی بین یک. خیلی صفر اشاره نو متوالی با یک تقریبا مساوی است. اما اینجا کلمه مساوات استفاده شده و دیگه این فرمول کاملا برای مساوی استفاده شده و تقریبا استفاده نشده. تحلیل ما از این بحثی است که وقتی ما صفر اشاره نوی متوالی میگیم، ما یک اشاره نوی متوالی میگیم، ما دو اشاره نوی متوالی میگیم، یک اشاره نوی متوالی نام دیگه دوست و یک اشاره نوی متوالی چی معنا؟ یک اشاره نوی متوالی نیجا نشنا میکنم باش به رنگ دیگه بگیرم. یک اشاره نوی متوالی چی معنا؟ یک اشاره نوی متوالی مانش یک جمع صفر اشاره نوی متوالی و معنای زی صفر اشاره نوی متوالی یک باشه جمع باشه یک سلسله است. صفر اشاره نو صفر اشاره صفر نو صفر اشاره نقطه نقطه تا آخر و نتیجه زی می آید یک و یک جمع یک میشه دو. این تو بحث است. خیلی جمعه یک مفکوره میگیره که صفر اشاره سه متوالی هم ایتو مانا نمیده که اینی محور باشه ای صفر باشه ای یک باشه ای یک باشه. اینجا مثلا فکر کنید صفر اشاره دوست و ای صفر اشاره سیست ای صفر اشاره چار است. مثال صفر اشاره سی و سی در اینجا است یا در این قسمت است. ای تو یک بحث من فکر میکنم نیست. من مطمئن هستم که کاملا فهمیدین خیلی صفر اشاره نوی متوالی به مفهوم یک، یک اشاره نوی متوالی به مفهوم دو، دو اشاره نوی متوالی به مفهوم سه، ده اشاره نوی متوالی به مفهوم یازده، پانزده اشاره نوی متوالی به مفهوم شانزده این مفهوم است. و اعداد متوالی یک مجموعه است که این تو شکش انشاءالله در سلسله های نامعین تصفیه هندسی بحث میکنیم. بازم استادان عزیز و گرانقدر شاگردان عزیز این موضوع را با استادتان به اشتراک بگذارید و تیوری مرا برشان بیان بکنید که اگر اونا کدام نظریه دیگه داشتن انشاءالله اگر نظرشان منطقی باشه ما خود را اصلاح میسازیم و اگر نیک نظرشان درست نباشند و یک چیز دیگه باشه در اون صورت کوشش میکنیم که نظر از اونها رو مورد تحلیل و تجزیه قرار بدیم. هر آن چیزی که موضوع درست بود او را دقیق تر انشاءالله با هم دیگر یک جای پیش میبریم و با لکچرهای ما بعد او را درست میسازیم. و من نظر شخصی من همونطور یک چیز است. باز اگر میگیم که این مفهوم تقریبی تقریبی مساوی است، این مفهوم تقریبی اگر میگیم خیلی چرا کلمه مساوات ذکر شده؟ اگر کلمه مساوات ذکر نشده این تقریبا باشه خیلی دیگه سوالش چرا صد میکنه؟ آیا بر دیگرش هم باید تقریبی استفاده کنیم؟
خب دیگران تقریب 20 بالا نمیکنیم، راست هم مساوی انتخاب میکنیم. مثلا صفر اشاره دوی متوالی کسی نمیگه که مثلا صفر اشاره دوی متوالی صفر اشاره دوی متوالی کسی نمیگه که این بالا تقریبا مساوی با دوی بر ماست. به تو چیز نمیگه، میگه مساوی است. حتی برای امتحانش میره به چه کام میکنه. در اینجا هم نباید از این تک مفهوم ذکر شود که تقریبا با هم مساوی است. ولی باز هم منتظر نظریات علمی شما هستیم. انشاءالله در این باره اگر کدام نظر داشتیم با هم دیگر شریک بسازیم لطفا و ما را از او آگاه بسازیم تا بتانیم البته نظری درست پیدا بکنیم. به صورت وقتتان خوش، از این بیشتر وقت را نمیگیرم. انشاءالله منتظر لکچر بعدی باشیم و با لکچرهای جدید و موضوعات جدید باز هم خواهیم بودیم. خدا حافظ.